دیگر حاکمیت برای نقض حریم شخصی شهروندان. طرح تازه مجلس با عنوان سیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر. طرحی با تناقض‌ها و تضادهای فراوان که در آن سگ‌ها و گربه‌ها هم ردیف کروکودیل و مار خطرناک تلقی شده و چنانچه به تصویب برسد نگهداری از حیوانات خانگی جرم محسوب می‌شود. بسیاری با ابراز نگرانی از این طرح کارزاری را به راه انداخته و از رئیس مجلس خواستند تا مانع تصویب این طرح شود. مجلسی که در قانون‌گذاری برای حل مشکلات بیشمار جامعه منفعل است، چرا برای نقض حقوق شهروندان و به خطر انداختن امنیت زیست حیوانات اینگونه مصمم و مصر است؟ دلایل ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی چیست و راهکارهای مقابله با آن کدام است؟ با ما در چشم‌انداز امروز همراه باشید. من فریبا شیرازی هستم. جانی که مهربانی با حیوانات و رعایت حقوق آنها در زمره اصلی ترین آموزش‌ها در بسیاری از کشورهاست، در ایران سال هاست که تلاش برای مقابله با حیوانات خانگی در دستور کار قرار گرفته. طرح اخیر مجلس تازه ترین تلاش حاکمیت برای نقض حقوق فردی شهروندان است که چنانچه به تصویب برسد حیوان خانگی در صورت گردش ضبط می شود. پس از ضبط چه سرنوشتی در انتظار این حیوانات است؟ پیامدهای تصویب این طرح چیست و تاثیراتش بر سلامت روانی جامعه چه می تواند باشد؟ این پرسش ها را به بحث می گذاریم با سه مهمان برنامه: مریم کردی، عضو تحریریه ایران وایر، آرون عسکری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق حیوانات، هر دو از ترکیه، و ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش از ارمنستان. بسیار خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. خانم دهکردی، بحث رو با شما آغاز میکنم. خب بندهای مختلف این طرح نگرانی فعالان حقوق حیوانات و شهروندانی که به هر حال حیوانات خانگی دارند رو برانگیخته، ناراحت و نگرانشون کرده. به نظر شما این گام مجلس 11 برای نقض حریم شخصی و زندگی خصوصی افراد تا چه اندازه مهم هست و فکر میکنید که چه تبعاتی داشته باشه؟ سلام میکنم به شما و سایر مهمانان. ببینید، مسئله اینجاست که طرح واقعیت اینه که هر جا سیانت میبینیم ما در ادبیات جمهوری اسلامی میتونیم به جاش دخالت بذاریم. یعنی شما اگر دقت بکنید به محتوای طرح و دلایل توجیهی که برای این طرح آورده شده، به هیچ عنوان دلیل توجیهی کافی نیست برای اینکه با این اصرار و سماجت مجلس در شرایط فعلی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی، معیشتی، سیاسی، فرهنگی مواجه هست بیاد و روی یک چنین طرحی تاکید بکنه. چند تا دلیل توجیهی مهم آوردن از نظر خودشون و روی اون بیشتر پافشاری میکنن. مسئله قانون و مسئولیت در واقع دفاع از مردم در برابر هر آنچه که مضر هست رو مطرح کردن. ما الان در سالگرد آبان هستیم، از کدوم مردم میخوان دفاع کنن؟ مردمی که 2 سال پیش دست کم 1500 نفرشون کف خیابونا کشته شدن، کارگران، معلمان و اقشار مختلف، اصناف مختلفی که هر روز به خاطر معیشتشون در خیابان ها هستن. همین امروز که ما با هم دیگه در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که از طرف دولت آقای رئیسی تا این لحظه هیچ برنامه جامع اقتصادی به مجلس تحویل داده نشده. اما علی‌رغم تمام این مشکلات 75 نفر از نمایندگان مجلس به یک چنین طرحی رأی دادن و در واقع امضاش کردن و اعلام وصول کردن. اینه که یک همچین طرحی میتونه تبعات خیلی خیلی بزرگی داشته باشه، جدا از آنچه که فعالان حقوق حیوانات و دوستداران حیوانات دارن بهش فکر میکنن، افراد عادی رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده. آقای عسکری، بس رو با شما ادامه میدم. خب میدونیم که این اولین تلاش محافظه‌کاران برای محدود کردن حقوق شهروندان نیست. پیشتر هم شورای شهر تهران طرحی رو تصویب کرده بود که در اون گردش حیوانات خانگی در پارک ها ممنوع بود، اما اون طرح قدری با شکست مواجه شد و این مسئله ادامه پیدا کرد. به نظر میرسه الان مجلس مصمم هست که گامی بالاتر در این زمینه برداره و قانونی در این زمینه
تصویب کنه. به نظر شما، حالا خانم دهکردی هم اشاره کردند که مشکلات فراوانی در جامعه هست که مجلس هیچ تصمیمی برای یا اراده‌ای برای حل این مشکلات نداره، اما مصمم هست که این قانون رو به تصویب برسونه. دلایلش رو از شما میشنویم. سلام خدمت شما و مهمان برنامه. ببینید، من قسمت اول حالا این بحث رو اینجوری شروع میکنم که ما هم با یک مدون خصوص حمایت از حقوق حیوانات که به دوستداران حیوان نگهداری کنند به نوعی یا حیوانات و افراد دیگر جامعه آزاری نرسونیم، از این موضوع خیلی استقبال میکنیم. ولی این قانون توسط افرادی تصویب بشه یا در موردش صحبت بشه که اولا مشروعیت داشته باشه از طرف عامه مردم و دوما تحقیق داشته باشه. در واقع ببینید، حق قانونی هست در ایران. مثلا خیلی از افراد هستن که مسئولیت پذیری ندارن و میان از حیوانات خانگی برای اینکه خودشون نشون بدن یا با شوافی انجام بدن تو خیابون خودشون کنن، این افراد خود میرن حیوان نگهداری میکنن که این حیوان در واقع آزار موضوع مخالف این بحثای نگهداری حیوان در جواب مفته و حتی در این برانگیخت مسئولیت پذیری برای کودکان نگهداری افرادی که حیوان خانگی نگهداری میکنن. کودکان آموزش میکنن که مسئولیت پذیری، ولی افرادی در ایران هستن که این مسئولیت پذیری رو نمیتونن انجام بدن، آزار میبینه. یا مثلا شما با بهره برداری از حیوانات ذات و وقت خیلی ناپجاش ما مخالفیم، با دیپکاز یعنی نمود حیوانات در سیگ ما مخالفیم. من میگم ما یک وقت از حامیان حقوق حیوان و اینکه مثلا واقعیت که آقای معماری ها میتونه در حالت خیلی بهتر صحبت کنه، تخصص بیشتری داره، ما مخالفیم با جنگ. و در مورد این مسئله ای که حالا ترک کردن 75 نماینده مجلس، ببینید خود مجلس اومده اخباری رو منتشر کرده که میزان مشارکت مردم در مجلس، در انتخابات مجلس در استان تهران و البرز بین 20-30% بوده، در شهرهای بزرگ زیر 40-50%. در واقع اینا یک نظام استصوابیه، از شورای نگهبان رد میشن، هیچ مشروعیتی ندارن، تخصص هم ندارن. مثلا آقای مجتبی ذوالنوری که اصل رئیس کمیسیون امنیت مجلس بود در سال 98 و بسیاری از جوانان رو دستور قتل عامشون رو صادر کرد، یکی از عامرین هست، این جون انسان براش مطرح نیست، معممه، نه پزشک، نه دامپزشک، نه جامعه شناس، یعنی ایشون هیچ تخصصی نداره. بعد میاد درباره یه موضوع به این مهمی صحبت میکنه. در مورد سوال شما من برمیگردم، ببخشید یکم توضیح دادم. چرایی این مسئله، ببینید سه تحلیل من خودم دارم، البته با بچه‌ام صحبت کردم. یکی مسئله افزایش جمعیته، یعنی مطرح شده توسط خود اعدام رئیسی چند وقت پیش که جلوگیری کنن از بارداری زنان و چه میدونم لوازم پیشگیری برای بارداری رو ممنوع کنن، افزایش جمعیت، چیزی که آقای خامنه‌ای اشاره کرده بود که میگفت ما اون سیاست‌هایی که در اوایل انقلاب داشتیم اشتباه بوده، ما باید جمعیتمون زیاد بشه، یعنی به نوعی میخوان جمعیت آوری کنم. و احساس میکنم وجود این حیوانات که در منازل هست، حالا مشکلات اقتصادی دنیای مدرنیته است، ما تو عصر متاورسیم، دنیا داره به سمت چیزهای جدید پیش میره، هیچ ربطی به این نداره کسی فرزند آوری نمیکنه، در همه جوامع هست، یعنی فقط مسئله حیوانات نیست. اینا اومدن در واقع به نوعی میخوان این مسئله رفع بدن به این موضوع. مثلا همین آقای ذوالنوری مثلا یک تحلیلی دارن، میگن که حتی پوشک بچه‌ای که از کشورهای خارجی وارد میشه باعث میشه این مثلا ناباروری ایجاد کنه، یه همچین آدمی مثلا جزء یکی از امضا کنندگان این لایحه. یا میگه در مورد سن ازدواج وقتی صحبت شد، اون در حقوق بین الملل سن قانونی مثلا بالای 18 ساله، زیر 18 سال میشن کودک. خب در ایران 9 سال و 15 سال سن قانونی ازدواج، مطرح شد که آقا سن قانونی رو مثلا بیایم بیشتر کنیم، یه قانونی بذاریم. گفته شرط در مورد این مسئله صحبت کرد، نیاز نیست که شما بیاین چه میدونم سن ازدواج دستگیر کاری کنیم، ما 9 سال و 15 سال برای مردان، 9 سال برای زنان. این یه مسئله است، مسئله فرهنگی، مردم بالاخره دارن با این مسئله عادت میکنن. و مهمترین چیزم ورود حریم شخصی مردم و مسائلی که دولت‌های ایدئولوژیک همیشه دنبال میکنن، به خصوص در این
موضوعات افراد وارد میشن. این چند موضوع بود. به نکاتی که اشاره کردین در طول برنامه خواهیم پرداخت. آقای معماریان، به نظر میرسه که این طرح دارای تناقضات و اشکالات فراوانی هست، از جمله اینکه حیوانات بی‌آزاری مثل سگ و گربه در کنار مثلا کروکودیل و مار قرار داده شدن. به ندرت به نظر میرسه که خانواده ها مثلا مار یا کروکودیل در خونه نگهداری کنن و بیشتر به نظر میرسه که هدف از این طرح مقابله با نگهداری سگ و گربه هست و خرگوش. چرا اینقدر در مقابل این سه حیوان حساسیت وجود داره؟ ببینید، مشکل اصلی طرح از جایی به نظر من شروع میشه که ما تفاوت حیوانات حیات وحش، حیوانات وحشی وایلد لایف و حیوانات اهلی یا دامستیکیتد رو بهش در حقیقت آگاهی نداریم. نمیدونیم چه حیوانی میتواند حیوان خانگی باشد و باید باشد و چه حیوانی نمیتونه اصلا و نباید باشه و قانون نباید اجازه بده اون حیوان به عنوان حیوان خانگی نگهداری بشه. ما یه ذره توی فارسی هم توی تعریفمون ایراد داریم. وقتی ما میگیم حیوان وحشی، فکر میکنیم حتما حیوان وحشی حیوانی هست که پرخاشگره، آسیب میرسونه یا اذیت میکنه. خیر، حیوان وحشی حیواناتی هستند که متعلق به طبیعت و حیات وحشند و در طول روند میلیون ها سال تکامل به وجود اومدن و خب بدون شک هیچ کس نباید اجازه داشته باشه و قانون نباید اجازه بده که این حیوانات به عنوان حیوان خانگی نگهداری بشن، به علت اینکه هم به طبیعت آسیب میرسه، هم به حیات وحش آسیب میرسه و هم حالا مشکلاتی برای انسان ها میتونه ایجاد بشه. ولی حیوانات اهلی حیواناتی هستن که آدم ها برای منافع خودشون، حالا یه بخشیشون فارم انیمال ها، مثلا برای تولید شیر و گوشت و پوست و نمیدونم سواری گرفتن و تخم مرغ و اینها ازشون استفاده میشه و یه بخشیشون هم خب یک زمانی برای حفاظت مثلا سگ ها و گربه ها و بعداً به عنوان کمپانیون انیمال یا حیوان همراه ازشون استفاده شده و اصلا این حیوانات رو انسان به وجود آورده که همراه خودش باشن، یعنی به عنوان حیوان خانگی یا به عنوان حیوان همراه یا محافظ ازشون استفاده کنه. و مهمترین مشکل طرح از جایی شروع میشه که این تفکیک اصلا توش وجود نداره که این حیوانات اصلا باید حیوان همراه و حیوان خانگی باشن و حیوانات حیات وحش به هیچ عنوان نباید اجازه نگهداریشون وجود داشته باشه به علت آسیب‌های مختلفی که میتونه بزنه. و اینکه این تفکیک صورت نگرفته اتفاقا خودش میتونه مشکل جدی ایجاد بکنه، چون که آدم‌ها میرن به سمت اینکه مثلا همین مثال‌هایی که شما زدید، کروکودیل و مار و حیوانات غیر متعارفی رو نگه دارن که هم به حیوانات و طبیعت در اون صورت آسیب میزنن و هم به خودشون و جامعه. اگه خیلی کوتاه اشاره بفرمایید، چرا مجلس این حیوانات خطرناک و حیوانات خانگی بی آزار رو در یک ردیف قرار داده در طرح خودش؟ فکر میکنم مهمترین مشکل این عدم آگاهیه باشه از اینکه اصلا این تفاوت وجود داره و شاید این آگاهی وجود نداره که بایستی نمیشه صورت مسئله رو خط زد و گفت اصلا هیچ حیوانی نباید حیوان خانگی باشه. برعکس، شما بایستی بیای فرهنگ سازی بکنی و آگاهی رسانی بکنی که خب این حیوانات باید حیوان خانگی باشن، اگه میخواید نگهداری بکنید اینا رو نگهداری کنید و اصلا بعد فرهنگ نگهداری از حیوان خانگی چیه، چجوری باید حیوان خانگی تو نگهداری کنی که به جامعه تو بقیه مردم آسیب نرسونه، آلودگی ایجاد نکنی، به خود اون حیوانت آسیب نرسونی، رفاهش چی باشه. بایستی اتفاقا بیای و بگی که این حیوانات رو میتوانی نگهداری و خارج از این دسته حیوانات که حالا باید با فرهنگ و آداب و رسومش هم را آشنا بشوی، خارج از این دسته اجازه نداری حیوان دیگری رو نگهداری بکنی. به شما برگردیم آقای معماریان. خانم دهکردی، اگر که نقطه نظری در خصوص مسئله آقای عسکری طرح کردن، بحث ارتباط این طرح و طرح افزایش جمعیت و طرح جوانی جمعیت دارید بفرمایید. ضمن اینکه خب در خیلی از کشورها بحث نگهداری از حیوانات خانگی یک بعد اقتصادی هم داره، افراد بسیار زیادی در این حوزه شاغل هستند، مثلا در زمینه حالا لباس، تغذیه، دامپزشکی و خیلی از مسائل و یک بیزینس و یک گردش مالی بسیار عظیمی داره توی کشورهای دنیا. شما فکر میکنید که آیا قانونگذار در ایران برای کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند در نظر گرفته حقوقشون رو؟
بله، در مورد صحبت‌های آقای عسکری عرض کنم که یک غرب ستیزی تاریخی در این 14 دهه وجود داشته و نمایندگان مجلس فعلی هم نگهداری حیوان خانگی رو برگرفته از فرهنگ غربی میدونن و به یه نوعی تقابلی میدونن به اون تعریف کلیشه‌ای که همیشه از خانواده ارائه میدن. تعریفی که از خانواده ارائه میدن چیه؟ لزوماً زن و مردی که با هم ازدواج کردن و به واسطه ازدواج کودکانی دارن. حالا این بزرگی این خانواده هم بستگی به در واقع خواست اونها، اینکه چند فرزند داشته باشن، چه سن و سالی داشته باشن، فرزندانشون آیا ازدواج کرده باشن یا نه. اما شکل خانواده امروز بسیار تغییر کرده. ما دیگه لزوماً اون تعریف کلاسیک خانواده رو چه از نظر بین المللی و چه در عرف و فرهنگ جاری جامعه امروزمون نداریم. افراد با هم زندگی میکنن، لزوماً ممکنه ازدواج نکرده باشن، ممکنه دو نفر همجنس باشن، ممکنه یک فردی به تنهایی زندگی کنه، ممکنه خویشاوندانی زیر یک سقف باشن، خواهر و برادری که با هم زندگی کنن، بچه ها مهاجرت کردن، پدر مادر تنها موندن و به هر شکل اون خلا و تنهایی رو با یک شکلی میخوان پر کنن. و چی بهتر از داشتن یک حیوان خانگی که آزاری هم نداره و بسیار هم میتونه علقه و علاقه ایجاد کنه و اون رفع تنهایی رو بکنه. من فکر میکنم این مسئله ای که آقای عسکری اشاره کردن بسیار درسته. این رو یک تقابلی میدونن با اون ماجرای فرزندآوری و سیاست‌هایی که داره براش خلق شده. برگردم به سوال دوم شما. همونطور که گفتید بخش زیادی از در واقع با توجه به عرفی که رایج شده در جامعه دیگه، نگه داشتن حیوان خانگی به یک طبقه اجتماعی مشخصی تعلق نداره. همه مردم در جامعه میتونن، یعنی خواهان اینن که داشته باشن. خیلی‌ها دیگه اون مسئله خرید حیوان خانگی رو هم از دستور کار کنار گذاشتن، بیشتر به دنبال حمایت از حیوانات هستن، به سرپرستی میگیرن حیواناتی که آسیب دیده هستن. آدمایی هستن که از همین راه کسب درآمد میکنن، از طریق فروش غذا، لباس، از طریق در واقع راه اندازی کلینیک هایی که درمان میکنن حیوانات رو، یا حتی افرادی هستن که پانسیون نگهداری از حیوانات دارن، چون به خاطر مشغله زندگی ممکنه آدم ها به سفر برن، ماموریت کاری داشته باشن، دلایلی وجود داشته باشه که موقتا بخوان حیوان خانگیشون رو به کسی بسپارن که اون فرد باید هم علاقمند به نگهداری حیوان باشه و هم در واقع بدونه چطور باید از این حیوانات مراقبت کنه. اونا از این روش پول در میارن. همه اینها با چنین طرحی به مخاطره خواهد افتاد و مشکل براشون ایجاد خواهد شد. سپاسگزارم از شما. یه عسکری، همونطور که خانم دهکردی هم اشاره کردند، امروز سبک به هر حال خانواده ها، الگوی خانواده ها دچار دگردیسی شده، تحول پیدا کرده، تغییر پیدا کرده، نگاه سنتی دچار تغییر شده و دیگه خانواده ها متشکل از زن، مرد و بچه ها ممکنه نباشند. حیوانات خانگی به عنوان بچه یا کسی که به هر حال جنبه دوست، مونس، هم دم باشه تو در خانه، این نگاه جا افتاده. به نظر شما چرا محافظه‌کاران در ایران تلاش میکنن که این رو یک سبک الگوی غربی بخونن و اون رو تهاجم نوعی از تهاجم فرهنگی میدونن؟ ببینید، موضوع حالا الگو برداری از فرهنگ غرب نیست. واقعیت این تجربه که تو این 40 چند سال در جمهوری اسلامی حاکمه نشون میده، هر چیزی که باعث شادی مردم بشه به یه نوعی، باعث بشه روحیات مردم به سمت مثبتی پیش بره، اینا باش مخالفن. با موسیقی مخالفن، کلی خواننده رو میان ممنوع صدا و ممنوع تصویر میکنن. با چه میدونم برنامه های مفرع ورزشی مثل برنامه 90، خب این چی بود؟ مثلا همه علاقه داشتیم، چپ میشستیم، خیلی از جوان ها رو جذب کرده بود، علاقه داشتن، کامل اومدن بایکوت کردن. یعنی این نوع حکومت به این شکله، یعنی با هر چیزی که ایجاد شادی کنه، هر چیزی که باعث ایجاد این بشه که روحیه افراد عوض شه، به نوعی مبارزه میکنه. پیرو صحبت کارشناسای برنامه‌تون، ببین این حیوانات در خیلی از مثلا کنترل بیماری‌ها یا مداوا کردن بیماران تأثیر بسزایی دارن. یعنی این نیست که فقط مثلا برای تنهایی باشه. خیلی بیماری‌ها هست، مثلا افراد هستن نابینان، با وجود یک سگ اینا زندگی مثلا عادیشون رو میتونن به پیش ببرن، میتونن زندگی کنن تو جامعه. افرادی هستن استراب دارن، استرس دارن، ترس دارن. یعنی دکترایی که تو زمینه روانشناسی کار میکنن توصیه میکنن حیوانات مثلا با انسان اخت پیدا کنن که این بیماری ها کنترل شه. ببین جامعه سختی شده، حالا از هر نظر، حالا تو ایران که خیلی سخت‌تره به دلیل بی‌کفایتی حالا حاکما و
ولی در کل دنیا این مسئله کرونا، تنهایی افراد، این یه چیزیه یعنی کلیه تو جهان مطرحه، معطوف به یک منطقه خاص جغرافیایی نمیشه. یه صحبتی هم اولش کردم، مسئولیت، همین بحث مسئولیت پذیری افراد، یعنی خیلی از خانواده‌ها سعی میکنن با آوردن حیوان خانگی به بچه‌هاشون حس مسئولیت پذیری رو یاد بدن. این بچه‌ها وقتی یاد میگیرن با حیوانات دوست بشن، خب تو جامعه هم یک فرد مهربان، یعنی یک محیط زیست اهمیت میده، عشق میورزه. بزرگی میگه که میزان مدنیت یک کشور رو، یک جامعه رو، از میزان علاقه و احترامی که افراد به حیوانات و محیط زیست میذارن میشه پی برد. یعنی اینا همه با هم ارتباط داره. و یک نکته هم خانم شیرازی اگه اجازه بدید من اشاره کنم، این ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم در مورد بهداشت محیطی از قبیل آب و هوا صحبت میکنه. ببینید ما تو ایران، تو ایرانی داریم زندگی میکنیم، یعنی حکومتی هستش که ما تو بلوچستان آب سالم نداریم، مردم ما آب سالم تو اهواز ندارن، این مشکل آلودگی هوا داره دیوونه میکنه. یعنی تو تهران ما چقدر کشته داریم میده به خاطر این مازوتی که دارم میسوزن یا آلودگی هوایی که وجود داره. یعنی بخوایم باز نگاه کنیم چقدر ما گوشت مثلا ناسالم داریم توزیع میکنیم، مرغ ناسالم داریم تو جامعه توزیع میکنیم، چقدر خاک غیر مثلا بهداشتی داریم. اصلا آمار سرطان و خیلی چیزا در بسیاری از شهرستان ها به همین دلایل بالاست. یعنی انقدر مسائل با اولویت تری در جامعه وجود داره، اگر حتی به همین قانونی که این حضرات دارن تصدیق میکنن اشاره کنیم، که اصلا این موضوع من نمیدونم اصلا برای چی مطرح شده تو این بازی. آقای معماریان، خب این طرح بندهای مختلفی داره، از جمله اینکه اگر به تصویب برسه چنانچه صاحب یک حیوان خانگی در سطح شهر یا پارک ها یا معابر عمومی گردش کنه، اگر که به هر حال هدف این ماموران قرار بگیره سگش رو ضبط میکنند و خودش رو هم جریمه نقدی میکنند. برای من که خودم خب یک سگ کوچیک دارم، خیلی خیلی شاید این لحظه غیر قابل تصور باشه و بتونم درک کنم که چقدر سخت هست که وقتی که حیوان خانگی رو از شخصی میگیرن. به نظر شما سگهایی که به این شکل ضبط میشن چه سرنوشتی در انتظارشون هست و قرار هست چه اتفاقی برای اون سگها بیفته اگر اینها رو به مراکزی منتقل کنن که دوباره ازشون بخوان نگهداری کنن، که خب این هزینه‌های اضافی و مراکزی که حتی تعریف قانونی هم نشده براشون، و اگر بخوان معدومشون کنن، این یک واقعا کابوسیه برای اون مالک اون سگ. شما فکر میکنید این رفتار میتونه چقدر امنیت روانی جامعه رو به خطر بندازه؟ همینطوری که اشاره کردید، این موضوع برای سگ‌ها خب خیلی مهمتر نسبت به مثلا گربه‌ها یا خرگوش‌های خانگی که توی این طرح بهشون اشاره شده، چون اونا نیاز به بیرون اومدن از خونه ندارن، ولی سگ‌ها این نیاز رو دارن و خب نیاز دارن که همراه صاحبشون بیان و قدم بزنن. اولا که ما در ایران متاسفانه، حتما حالا جای دیگه دنیا شما شلترها یا پناهگاه‌های استاندارد رو دیدید، جاهایی هستش که اسمشون پناهگاهه ولی تصاویری که از اونها منتشر میشه رو اگر ببینید متوجه میشید که اصلا شباهتی به جایی که حیوانات درش پناه داده شده باشن نداره. یه فنس بزرگی که تعداد بسیار زیادی سگ و متاسفانه اونجا روی همدیگه میریزن و اینها حالا همدیگر رو به همدیگه خیلی آسیب میرسونن و بیماری های مختلف انتقال میدن و اصلا شرایط زندگی مناسبی توی اونجا ندارن. چیزی به اسم شلتر یا پناهگاه استاندارد نداریم که مثلا اینها بخوان به اونجا انتقال پیدا بکنن. در ضمن اگر که واقعا نگران سلامت جامعه باشیم، سگ‌ها و گربه‌ها و حیوانات خانگی درستی که تحت نظر دامپزشک هستن، غذای درست استفاده می‌کنن، اینها آیا میتونن خطر بیشتری داشته باشن؟ یا مثلا طبق آمار خود وزارت بهداشت، تعداد گزش‌ها در مورد حیوانات بی‌سرپرست، سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپرستی که روز به روز جمعیتشون بیشتر میشه چقدر افزایش پیدا کرده تو در سال‌های اخیر؟ و هیچ برنامه مدیریتی، بدون شک هیچ برنامه مدیریتی در مورد مدیریت جمعیت اونها نداریم و با عدم مدیریت پسماند درست جمعیتشون روز به روز هم بیشتر میشه. حیوانایی که تحت مراقبت و تحت نظر دامپزشک نیستن، غذای مناسبی دریافت نمی کنن، از زباله ها تغذیه می کنن و اونها هستن که بیمار میشن
آسیب میبینن، اذیت میشن و میتونن مشکل ایجاد بکنن. نه حیوانی که تحت مدیریت انسانه، صاحب داره، دامپزشک برده میشه. اگر واقعا نگران سلامت جامعه ایم، بایستی به اون بخشش دقت بکنیم که میتونه سلامت جامعه رو تهدید بکنه. همون اتفاقی که در تمام کشورهای پیشرفته میفته برای مدیریت جمعیت اونها. نه حیوانایی که تحت نظرن و دارن مدام معاینه میشن، واکسینه میشن، درمان میشن، غذای مناسب در اختیارشون قرار میگیره و نمیتونن بیماری و مشکلی رو انتقال بدن، در مقابل حیواناتی که بدون مدیریت رها هستن و روز به روز جمعیتشون بیشتر میشه و آمار مشکلات و بیماری هاشون هم در ایران همینطور بیشتر و بیشتر شده. دقیقاً نکته‌ای که به نظر میرسه از نظر قانونگذاران بسیار مقفول مانده. خانم دهکردی، اگه باز برگردیم به این طرح، استثناءاتی در این طرح گنجونده شده، از جمله استفاده از حیوانات یا پرورش و خرید و فروش حیوانات برای مصارف آزمایشگاهی، یا به طور اخص در مورد کروکودیل، مراکز پرورش کروکودیل برای صادرات پوست آنها. به نظر میرسه که مجلس به نوعی خرید و فروش حیوانات خانگی و حیوانات رو به نوعی میخواد در انحصار نهادهای دولتی قرار بده. آیا اهدافی برای درآمدزایی برای برخی نهادهای خاص پشت این طرح هست؟ 100%. ببینید، در تبصره، یکی از تبصره هایی که توی این طرح وجود داره، سازمان هایی مثل هلال احمر، آزمایشگاه ها، دارو ساز ها، واکسن ساز ها و سازمان محیط زیست و دامپزشکی مستثنا شدن و البته اون مراکزی که روی پرورش حیوانات حیات وحش کار میکنن، به خصوص همین مسئله کروکودیل ها. این باعث شد که فعالان حقوق حیوانات هم اتفاقا روی این نکته دست گذاشتن. چرا؟ به دلیل اینکه همین مهر ماه سال گذشته توی استان خراسان رضوی 80 تا کروکودیل وارد شد و اتفاقا در واقع مسئول سازمان محیط زیست خراسان رضوی روی این قضیه تاکید کرد که این صنعت بسیار پولسازه و ما میدونیم که در واقع پرورش کروکودیل با چه اهدافی ممکنه انجام بشه. این نشون میده که اتفاقا جایی رو که میبایست اگر قرار بود این طرح روش نظارت و کنترل انجام بده رو رها کردن و این رو به شکلی میخوان انحصاری در اختیار اونها بذارن. و به نظر میرسه که از اون طرف اون سگ و گربه و در واقع خرگوش رو کنار این در واقع اون حیوانات حیات وحش گذاشتن، همونطور که آقای معماریان به درستی اشاره کردن، از سر ناآگاهی میاد، به خاطر اینکه هیچ دلیل توجیهی برای اینکه این حیوانات در کنار هم توی این طرح قرار بگیرن وجود نداره. نکته مهمی که وجود داره اینه که اگر خاطرتون باشه چند وقت قبل دو سه تا گورخر رو از آفریقا وارد کردن و اون گورخرها دیدیم که به چه سرنوشتی دچار شدن. در واقع باغ وحشی که چند سال اسمش رو باغ وحش نباید گذاشون، باغ وحشی که اینها رو خریداری کرده بود، از کجا مجوز گرفته بود؟ با چه مجوزی اونها رو وارد کرده بود؟ چقدر هزینه شده بود تا اونها وارد کشور بشن و بعد چه سرنوشتی در انتظارشون بود؟ اینها همه نشون میده که یک منافع مالی وجود داره برای در واقع گروه هایی که قطعا جز بدنه جامعه و مردم عادی نیستن که از یک سگ یا گربه یا خرگوش در خونه هاشون نگهداری میکنن، قطعا وابسته به جاهای دیگری هستن و منافع اونها الان در واقع داره محافظت میشه. این صیانت از منافع اونها خواهد بود. آقای عسکری، به شما برمیگردیم. در حالی که خب در این طرح پرورش برخی از حیوانات برای افراد عادی ممنوع شده، همونطور که اشاره کردم برای برخی از سازمان‌ها برای اهداف خاص این حتی تشویق هم شده، به نظر شما آیا تمرکز پرورش و خرید و فروش حیوانات به دست نهادهای خاصی انحصار و بازار سیاه به وجود نمیاره؟ و در صورتی که بازار سیاه به وجود بیاره، چه خطراتی برای خود حیوانات خواهد داشت و چه بی برنامگی در خرید و فروش حیوانات خانگی به وجود میاد که تبعاتش دامن شهروندان عادی رو هم خواهد گرفت؟ خانم شیرازی، این خرید و فروش حیوانات اگه قانونی هم باشه، ببینید قانون تو ایران یه امر نسبیه، یه امر مطلق نیست، از فردی به فرد دیگه تو هر زمینه، حالا کیفری باشه، سیاسی باشه، حالا حتی حقوق حیوانات فرق می‌کنه. من در خود استان تهران، مازندران، استان البرز افرادی رو میدونم هستن از خود همین بدنه حکومت اصلا باغ وحش دارن، باغ وحش خصوصی دارن، انواع حیوانات کمیاب داره در اونجا
یعنی پرورش داده میشه برای آدم صرفه نه اقتصادی، برای این آدم مسائل روانی خودشون، تفریحات خودشون. یعنی من میتونم آدرس بدم در منطقه کرج برم ببینن، یعنی وجود داره. یعنی خرید و فروش فقط برای افراد شاید معمولی جامعه باشه، یعنی کسی که خب از تمکن مالی بالایی برخوردار قطعا قانونگذار نمیتونه باش مقابله کنه به اون صورت، یعنی تجربه در جمهوری اسلامی ثابت کرده. و اگر هم حالا بخواد مثلا یه آوازاده، یه آدم عادی که نمیاد این کارا رو انجام بده، یعنی فرد عادی، در مورد اینکه بخواد چه مشکلی به وجود بیاره، ببینید در جمهوری اسلامی خب همیشه یک چیزای ممنوع بوده. یه زمان چه میدونم سازم ممنوع بوده، باید یواشکی ساز جابجا می‌کرد، یا دستگاه پخش مثلا ویدیو خانگی ممنوع بوده. قطعا مشکلاتی رو ایجاد میکنه. من الان با فعال حقوق مثلا حیوانات، افرادی که حیوان داره، خب واقعا الان نمیدونه، اصلا من به خرید و فروشش کار ندارم. اصلا الان مشکل اینجاست که یه عده از افراد حیوان خانگی دارن. یعنی این قانون زمانی تصویب شده، ببین شما از سال 88 به این وقت اصلا خیلی به صورت تصاعدی این پذیرش حیوانات خانگی در ایران رشد پیدا کرده، خیلی زیاد شده. خب الان اومدن بعد از مثلا چند سال میخوان یه قانونی تصویب کنن. الان مشکل ما برای خرید و فروش یا این مسائل نیست، خیلی از افراد حیوان خانگی دارن که این مثل بچه‌شون میمونه. حالا شاید من این صحبت رو کنم یه عده بخوان موضع‌گیری کنم، بگم مثلا تو این مسائل اقتصادی چه میگم بچه، چون واقعا مثل بچه‌شون هستش. یعنی شما وقتی یه درختی رو که میکارین که حالا شاید از لحاظ جاندار بودنش از حیوان حتی در سطح پایین‌تری قرار داره، بهش رسیدگی می‌کنیم، بزرگ میشه، خیلی براتون مثلا ناراحت کننده است اگه کسی بخواد به این درخت حتی آسیب بزنه، شاخش رو بشکنه. حالا یه حیوانی مثل سگ یا گربه که حالا تو خونه هستن، میگم مثلا صحبت می‌کنی، خیلی ناراحت هم میگم ما این سگمون رو کجا ببریم مثلا، چون سگ که تو خونه نمیتونه بمونه، یا گربه بالاخره نیاز به دامپزشک داره برای واکسن آسمون، آخه این گربه رو باید چی جور ببره. الان یعنی بحث بیشتر برای اون افرادی که حالا حیوان خانگی داره. حالا بحث خرید و فروش قطعا خب بازار سیاه ایجاد میشه، یعنی اگر این طرح خوب تصویب بشه، من نمیدونم در مرحله اول میخوان حیوانایی که ضبط کردن چیکار کنن، کجا ببرن. مرحله دوم قطعا خب قیمت حیوان افزایش پیدا میکنه، خب کمیاب میشه، یعنی هر چیزی عرضه و تقاضاست دیگه، هر چیزی غیر قانونی بشه تو بازار سیاه به تب گرونتر فروخته میشه. ولی الان بحث افرادی که وجود داره، یعنی هستن حیوان خانگی دارن و با مشکلاتی از قبیل اینکه حالا بخوان سگشون رو بیرون ببرن یا حیوانش رو برن دامپزشکی، این مشکلات یعنی بیشتر الان مطرحه تا حالا به مسئله حالا اقتصادی و خرید و فروشه. البته اینم اضافه کنم بسیاری از افراد با این قانون از نفردن خب میافتن، همونجوری که خانم دهکردی هم اشاره کرد، دامپزشک ما داریم، افرادی هستن تو کار خرید و فروش لوازم حیوانات هستن، یعنی خیلی دارن تحصیل میکنن تو این رشته به امید اینکه خدمت کنن به جامعه حیوان، ولی خب همه اینا به نوعی بایکوت میشن. یعنی بله اتفاقا نمونه هایی داشتیم که در شبکه های اجتماعی معلولانی هستند که به خاطر معلولیتشون حالا نگهداری از سگ ها یا گربه ها رو به عهده میگیرن و یک منبع درآمدی دارن و متاسفانه تبعات اقتصادی بسیاری برای این قشر از جامعه خواهد داشت. آقای معماریان، نگرانی دارندگان حیوانات خانگی این هست که از این به بعد شاهد صحنه های بسیار ناراحت کننده کشتار سگ ها، گربه ها و حیوانات خانگی باشند. ما همین دو سال پیش بود که خب تزریق به سگ ها در کهریزک رو و اون صحنه ها رو شاهد بودیم که روح و روان آدمی رو واقعا بسیار متاثر می کرد. به نظر شما پیامدهای اجتماعی تصویب این طرح چه می تونه باشه؟ اول این که من خیلی بعید می دونم واقعا یه طرحی با این همه ایراد علمی و اصلا مشکلات مختلف اینجوری تصویب بشه، یا بهتر بگم امیدوارم که همچین اتفاقی اصلا نیفته. و ولی خب اگر یک زمان بعیدی همچین اتفاقی بیفته، واقعا میشه گفتش که همه چیز به هم میخوره در زمینه درست قانونگذاری و فرهنگ سازی برای اینکه چه اتفاقی بایستی با حیوانات برای حیوانات بیفته، چه چیزی درسته. ما مسلماً خب در حال حاضر به علت اینکه همیشه در طول سالهای سال سعی کردیم که صورت مسئله رو پاک کنیم و بگیم مثلا هیچ حیوانی نباید به عنوان حیوان خانگی نگهداری بشه، خب فرهنگ درست نگهداری از حیوانات خانگی رو هم نداریم. اینو نمیشه از کنارش گذشت. ما هنوز نمیدونیم که مثلا واسه اگر سگمون رو میبریم بیرون نباید به بقیه پرخاش بکنه، مدفوعش رو باید جمع بکنیم، بایستی اون اصول درست نگهداری از حیوان خانگی رو رعایت بکنیم. مسلماً هر جای دنیا اگر
حیوانی داشته باشید شما توی آپارتمان که همسایه های شما اذیت بشن از وجودش، حتما خب بایستی کنترلش بکنید. این باعث میشه که اصلا نتونیم این فرهنگ رو هم بسازیم و مشکل چند برابر بشه، یعنی مثل حیوان خانگی نگه داشتن بشه یک کار زیرزمینی که حالا فرهنگش رو هم نداریم، هم اون حیوانات خانگی به بدترین شکل نگهداری بشن و اذیت بشن، هم جامعه آسیب ببینه و اذیت بشه در کنار این داستان، و هم اصول درست مدیریت بقیه حیوانات، همین چیزایی که شما اشاره کردید، مثلا اینکه پناهگاه چه کار باید بکنه، اصلا چه شکلی باید باشه، اگر حیوانی بخواد توی پناهگاه باشه باید چه شرایطی داشته باشه، اینا باید روی همدیگه ریخته بشن نشن، چه بعد ورودی داره پناهگاه، خروجی داره، حتی اگر قرار یوتانایز اتفاق بیفته حیوانی قرار راحت بشه، اصول داره، به صورت اصولی باید این اتفاق بیفته، بهش میگن مرگ با ترحم بدون درد و با شرایط خاص خودش. ولی وقتی که ما کل داستان رو پاک بکنیم و همه رو با هم مخلوط کنیم، نگهداری غیر قانونی از حیوانات حیات وحش که بایستی ممنوع بشه رو قاطیش بکنیم با نگهداری از حیوانات خانگی و بعد تازه نگهداری حیوانات حیات وحش رو مونوپول بکنیم، بدیم به آدم‌های خاصی که اونها رانت خاصی دارن و این داستانا رو ایجاد بکنیم، وقتی که اصلا هیچ کدوم از این فرهنگ سازی ها رو نمیتونیم در آینده داشته باشیم و درستش رو نمیتونیم اجرا بکنیم. بله. خانم دهکردی، کارزاری برای توقف این طرح به راه افتاده؟ دوستداران حیوانات، شهروندان عادی، حامیان حقوق حیوانات کارزاری رو انداختند و از آقای قالیباف رئیس مجلس خواستند که جلوی تصویب این طرح رو بگیره. به نظر شما این کارزارها چقدر مؤثر خواهد بود و راه مقابله با تصویب این طرح چیست؟ من فکر میکنم کارزارها قطعا مؤثر هستن، به دلیل اینکه شهروند مسئول اساسا کارش اینه، کارش اینه که مطالبه کنه، اگر جایی احساس میکنه که حقی داره از گروهی، دسته‌ای، مجموعه‌ای، فرق نمیکنه انسان یا حیوان ضایع میشه، اونجا باید وارد عمل بشه، سکوت نکنه، بی تفاوت نباشه. بنابراین این کارزارها مؤثرن، به خصوص که اگر کارزار رو مطالعه کرده باشید، بندهایی که در واقع روش مانوف دادن و در موردش نوشتن خیلی دقیق و درست نوشته شده، آنچه که درش قید شده مشخصه که روش مطالعه شده، افراد میدونستن که به چه ادبیاتی و با چه زبانی از چنین مجلسی درخواست بکنن که این طرح رو متوقف کنه. من خیلی وقتی که این کارزار رو خوندم خیلی خوشحال شدم از اینکه اون بندها چقدر درست نوشته شده بود. اون کارزارها موثرن و نکته بعدی این که واقعیت اینه که ما راهی رو دین نداریم، یعنی مردم ایران راهی به جز این ندارن، چی کار باید بکنن؟ اگر هر گونه اکتی جدا از این انجام بدن، سریعا با نگاه امنیتی بهشون در واقع باشون برخورد میشه و مجازات های سنگین ممکنه براشون داشته باشن، اما این کارزارها به هر حال قطعا بی تاثیر نخواهند بود. حالا البته من نمیدونم چقدر ممکنه جواب بدن، ولی قطعا بی تاثیر. سپاسگزارم از شما آقای عسکری. جنبندی شما رو میشنویم، شما فکر میکنید که این کارزارها چقدر مؤثر باشند؟ شهروندان چگونه میتونن به هر حال از ابزارها و امکانات قانونی و از ابزارهایی که به هر حال در اختیار دارن بتونن تاثیر بذارند و جلوی تصویب این طرح رو بگیرن؟ ببینید، ما سال 93 آبان ماه دقیقا یه قانونی آوردن اینا قبلا که هر کسی سگ گردانه کنه 74 ضربه شلاق و 1 تا 10 میلیون جریمه نقدی باید پرداخت کنه. 32 تا از نمایندگان مجلس در حالا پیشنهاد کرده بودن. ما اون زمان خب اینقدر مسائل مثلا ارتباط جمعی و لوازم مثلا ارتباط جمعی به این حد گسترش نداشت، یه فیسبوک بود، ما اومدیم یک کمپینی رو انداختیم به نام جنبش من و 74 ضربه شلاق که از مردم خواستیم عکساشون رو با شعارهایی که داشتن همراه حیوان خانگیشون ارسال کنم. خب سر صدای زیادی کرد، خیلی از خبرگزاری خارجی اومدن پوشش دادن داخلی، تجمع اعتراضی برگزار شد، حتی بازداشت شدن آقای طبرزاده، علی طبرزاده تو اون تجمع بازداشت شد. بعد اون باز ما تجمع داشتیم، یعنی همون بابتی که خانم مریم بهپوری علیزاده انجام دادن، یعنی باید مردم مطالبه کنن. هرچند در مثلا آخرین تجمع اعتراضی دوره شهرداری بود ده تن از فعالان بازداشت، پرونده قضایی انجام شد. منم مثل آقای معماریان زیاد خوشبین نیستم این قانون تصویب بشه، ولی در حال حاضر ببینید ترکیب خطرناکی در جامعه هست، یعنی از رهبر شما بگید تا رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، یعنی
خطری من باز احساس میکنم. شرایط جامعه ممنونم مقدار... فرصت زیادی نداریم آقای عسکری. آقای معماریان شما هم جنبندیتون رو در دو دقیقه بفرمایید، شهروندان چگونه میتونن با این طرح مقابله کنن و اساساً واکنش حاکمیت به کارزارهای مردمی تجربه به ما چی میگه؟ والا به صورت خاص مسلماً ما بایستی که سعی بکنیم مطالبه درست، اصولی و علمی داشته باشیم و اگر میخواییم که در آینده این موضوع به صورت اصولی و علمی حل بشه، ما بایستی بخواییم که یک پازیتیو لیستی وجود داشته باشه، یعنی لیست مثبت از حیواناتی که میشود به عنوان حیوان خانگی نگهشون داشت و مسلماً قانون متقابلاً اجرا بشه برای این حیواناتی که نبایستی به عنوان حیوان خانگی نگهداری بشن. در مورد اونهایی که میشود به عنوان حیوان خانگی نگهداری بشن، فرهنگسازی بشه، آموزش داده بشه، منابع درست تهیهشون معرفی بشود، علاوه بر فرهنگسازی برای به سرپرستی گرفتن به جای خریدن و اینها. و در کنار همه اینها اگر میخواییم که از سلامت جامعه سیانت بکنیم، واقعا حیوانات خانگی نیستن که سلامت جامعه رو به خطر میندازن. حیواناتی هستن که بدون سرپرست جمعیتشون افزایش پیدا میکنه، تحت مدیریت بهداشتی و تولید مثلی نیستن و اونها هستن که بایستی برنامه جامع، اصولی، علمی و مطابق با اخلاق براشون داشته باشیم تا در آینده بتونیم جمعیتشون رو کنترل بکنیم. و حتما بایستی اجازه داشته باشن آدمهایی که دوست دارن حیوان خانگی داشته باشن، راهنمایی بشن که حیوان خانگی درست رو انتخاب بکنن و توانایی نگهداریش رو داشته باشن، آموزش هم ببینن برای اینکه چه جوری بایستی نگهداری بشه که به بقیه جامعه و به خود اون حیوان آسیبی نرسه. سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، مریم دهکردی عضو تحریریه ایران وایر و آرون عسکری روزنامه‌نگار و فعال حقوق حیوانات، هر دو از ترکیه، و ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش از ارمنستان. و ممنون از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه چشم‌انداز در کانال یوتیوب و وبسایت ما قابل دسترسی است، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. برای ما ایمیل بزنید و از موضوعاتی بگید که طرحمون برای شما مهمه. چشمانداز @iranintel.com نشانی پست الکترونیک ماست. ممنونم از همراهی شما. تا دیدار دیگر، بدرود و شب روز شما خوش.